اونور تونا اونور به صورت جدی در سال 2011 زمانی که 26 سالش بود اولین بار جلوی دوربین رفت و شهرت اصلی او سال 2019 با نقش علیهان در سریال سیب ممنوعه شروع شد. باریش آردوش او از سال 2017 مشغول به آموختن حرفه‌ای بازیگری شد و در سال 2009 پس از آشنایی با بازیگر به نام آیل آلکان به صورت حرفه‌ای وارد این عرصه شد و بعد 2 سال بازی در تئاتر در سال 2011 زمانی که 24 سالش بود با سریال خانم کوچولو اولین بار جلوی دوربین رفت. سرانجام با سریال عشق اجاره‌ای در سال 2015 به شهرت رسید. مورات یلدرم برای اولین بار با سریال جدا هم بشیم با همیم به دنیای بازیگری قدم گذاشت و سال 2006 با بازی در سریال طوفان که نقش اصلی رو بر عهده داشت به شهرت رسید. آراس بولوت اینملی آراس به صورت جدی از سال 2009 در 19 سالگی با حضور در چند تبلیغات دیده شد تا اینکه یک سال بعد با سریال کوچه های پشتی تجربه بازی در تلویزیون رو به دست آورد و با سریال حریم سلطان شناخته تر شد. آکین آکینوزو او سال 2014 با فیلم سینمایی عزرائیل جلوی دوربین رفت. سپس سال 2015 با سریال ماه پیکر در کنار برنساد و نورگلی شیرچای به شهرت رسید. چاتای اولوسوی چاتای در سال 2010 زمانی که 20 سالش بود در مسابقه مدلینگ ترکیه به عنوان بهترین مدل مرد سال کشورش انتخاب شد و همونجا بود که نگاه‌ها رو به خود جلب کرد و از اون روز به بعد وارد دنیای بازیگری شد. بوراک ازچیوید بوراک سال 2006 که تنها 19 سال داشت مورد توجه فیلمسازان ترکیه قرار گرفت و از او دعوت شد تا برای اولین بار در سریال منفی 18 به عنوان بازیگر حضور پیدا کنه. انگین آکیورک انگین در سال 2004 در مسابقه استعدادیابی ستارگان ترکیه مقام اول رو به دست آورد. حضور در این برنامه او رو خیلی زود به شهرت رسوند تا اینکه چند ماه بعد در سریال داماد خارجی بازی کرد. ابراهیم چلیکول او فعالیتش رو با مدلینگ شروع کرد تا اینکه سال 2007 در 25 سالگی از طرف عثمان سیناف کارگردان ترکیه دعوت شد تا در عرصه بازیگری حضور پیدا کنه. ازجان دنیز ازجان در 13 سالگی شروع به خوانندگی کرد و برای اولین بار سال 1995 با فیلم بهش بگو دوستش دارم به دنیای بازیگری قدم گذاشت. کرم بورسین کرم در 19 سالگی در چند نقش کوتاه بازی کرد تا اینکه سال 2010 در 23 سالگی با فیلم تلویزیونی کوس ماهی اولین تجربه حرفه‌ای خودش رو به دست آورد. چاغلار ارطغرل او در سال 2009 وارد کلاس‌های بازیگری شد و بعد از چندین تجربه تئاتری سال 2012 توانست با فیلم کوتاه تجربه بازیگری خود را به دست بیاره. جان یامان اولین بار در 25 سالگی بازیگری را شروع کرد و سال 2019 بهترین مدل کشور انتخاب شد. کان اورگانجی اغلو او برای اولین بار با سریال پسر سیاه‌پوست در سال 2002 جلوی دوربین رفت. کوانش تاتوتو کوانش سال 2001 در 18 سالگی با تشویق مادرش وارد مدلینگ شد و یک سال بعد بهترین مدل جهان رو به دست آورد. تاتلوتو برای اولین بار در سال 2005 با سریال نور جلوی دوربین رفت. کادیر دوغلو پس از بازی در موزیک ویدیوی هانده ینر به نام رومئو پیشنهادات بازیگری دریافت کرد و اولین کار خودش رو در سال 2010 در سریال راستای کوچک آغاز کرد. کنان ایمیرزالی اغلو او در سال 1998 در 24 سالگی با بازی در سریال دل دیوانه جلوی دوربین رفت و در سن 35 سالگی با سریال ایزل به شهرت رسید. خب به نظر شما کدوم یک از این بازیگران تغییرات بیشتری کردن؟ حتما برام بنویسید.